قرار است پارکینگ وسایط نقلیه به مساحت 37 جریب زمین ساخته شود. رئیس عمومی گمرکات کشور میگوید که این میدان با معیارهای لازم ساخته خواهد شد، که امکانات کافی نیز در اینجا برای تاجران و شرکت‌های حمل و نقل فراهم می‌گردد. داد گمرکات که در طول لوی پروژه ده، چه مقدار در پروژه ده تقریبا 202 میلیون او په وجرش جریب مځکه باندې د تشریح میدان جوړیږي، او دا به تقریبا د یو کال نه په زیاته موده کې جوړ شي. د دې پروژې په تطبیق سره به زموږ سوداګرو تجارانو وړونو ته دلته د تشریح او د اموالو د تخلیه په برخه کې لازم سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته شي. آنگونه که مقام های وزارت مالیه میگویند در بیشتر گمرکات کار اعمار تاسیسات جریان دارد. میدان تشریع اموال تجارتی، جایگاه موترهای باربری، ساخت گدام‌ها از پروژه‌هایی است که بر اساس نیاز در تمام گمرکات کشور ساخته می‌شوند. با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید که گمرک اسلام قلعه هرات نیاز به تأسیسات بیشتر دارد. ما 1000 موتر روزانه باید حداقل داخل جمهوری اسلامی شود و بیش از 1000 موتر از جمهوری اسلامی به طرف افغانستان بیاید، که متاسفانه ای وسایط نقلی که فعلا داخل جمهوری اسلامی میشه و برمیگرده که کالای مردم افغانستان میاره، از نظر ما بسیار ضعیف است. رئیس عمومی گمرکات کشور تاکید میکند که به خاطر ایجاد سهولت برای تجار و چگونگی صادرات و واردات تلاش میشود تا تاسیسات جدید در گمرکات ساخته شود و امکانات کافی نیز فراهم گردد. شماری از راننده ها در گمرک اسلام قلعه هرات میگویند که ایجاد تاسیسات و امکانات میتواند روند حمل و نقل را بهتر بسازد. این بسیار سهولت خوبی است. زمستان اینجا گل میشه، اوب ایستاد میشه. این بسیار کاری نیک است برای تجار، برای دریاورا، همه سهولت است برای مردم، برای گمرک. همه بخشا گمرک آسفالت کنه، یک کمی دولخت ها کم میشه، زمستون که میشه اینجا آب و گل زیاد میشه. دم ورودی ها میدون یک متر جمع میشه، ماشین ها که میآیه مردم اذیت میشه، تکر میشه داخل گمرک. شرکت انکشاف ملی قرار است تا یک سال دیگر کار ساخت این میدان را تکمیل کند. این ساحه با امکانات و تاسیسات معیاری ساخته خواهد شد تا مشکلات تاجران حل گردد.